درود بر شما نازنینان. عزیزان، امروزی که مراجع به من زنگ زد و دو تا نکته رو به من متذکر شد. اولا گله کرد از اون جمله‌ای که من توی مصاحبه اخیرم گفته بودم، تعریفی که از مولوی عبدالحمید کردم و بعد گفتم علمای شیعه یاد بگیرن، خجالت بکشن، یاد بگیرن، یه همچین چیزی. و ایشون گفتش که آیا علی پیام، علمای شیعه چند با این جمهوری اسلامی مبارزه نکردن. یک لیست 122 نفره فرستاد برای من از علمایی که خب خیلی هاشون هم مرجع بودن تو جمهوری اسلامی، یا اعدام شدن یا ترور شدن یا حصر خانگی گرفتن یا زندان رفتن یا خلع لباس شدن یا مزاحمت های دیگه براشون ایجاد شد. ایشون میگفت الماس رو الماس میبرن. اولا من اگر توهینی شده به روحانیون شیعه، اون قشری که مبارزن و جلوی حکومت ایستادن، عذرخواهی میکنم. دوم، خب این الماسی که باید این الماس رو ببره چقدر طول خواهد کشید؟ 44 ساله که یه الماس یه خشم ور نداشته از طرف شما. سوم اینکه خیلی از اختلافاتی که این علما که زندان شدن یا هرچی با رژیم دارن، اختلافی است که در برداشت از قرآن و مفاهیم مذهبی و فقهی دارن، مثل برداشتی که از ولایت فقیه دارن، برداشتی که از امام زمان دارن، تفسیری که از قرآن دارن. خیلی به ندرت توی این لیست من کسانی رو دیدم، فرض کنیم مثل آیت الله معصومی تهرانی یا دیگران، که به خاطر مردم، به خاطر وضعیت معیشتی مردم، روزگار مردم، اقتصاد مردم، آزادی مردم با این رژیم درگیر شده باشن. بیشتریشون اختلافاتشون اختلافات فقهی است. نکته دیگه که ایشون گفت ما اقلن 100 تا الان تو حوزه علمیه مرجع یا مدرس داریم که اینها با رژیم جمهوری اسلامی مخالفن یا با خامنه‌ای مخالفن. گفتم خب شما 100 نفر یه بیانیه مشترک بدین، از مقلدینتون، از طرفداراتون، از هواداراتون بخواید بیان تو خیابون، این کاری که میتونید بکنید. نکته دیگری که ایشون به من تذکر دادن و تذکر به جایی بود این بود که آقای علی پیام، قشر عظیمی از این مردم سنتی هستن، مذهبی هستن، طرفدار رژیم نیستن، ولی هنوز اعتقادات و باورها رو دارن، ازش هم نمیتونن بکنن. این قشر عظیمی که الان ما بهشون گیم قشر خاکستری، برای این خاموشه که از آینده دین و مذهب و اعتقاداتش میترسه. الان این جوی که در فضای مجازی وجود داره در رابطه با اسلام ستیزی و مطالبی که علیه اسلام اینا گفته میشه، او ایران میترسونه و باعث میشه که نیان به خیابون، باعث میشه که از انقلاب پشتیبانی نکنن، باعث شده که سکوت کنن تا ببینن چی میشه. یعنی همون جوی که در افغانستان وجود داشت دیگه، وقتی طالبان اومدن ته دل خیلی از افغانستانی ها خوشحال بود. خب نسل جوان بود که تو این 20 سال یک آزادی رو حس کرده بود، رادیو و تلویزیون و روزنامه ها و دانشگاه ها و خیابون های شهرهای بزرگ مثل هرات و کابل و اینها جولون میدادن. ولی مردمی که در روستاها و شهرهای کوچیک و اینها بودن، خیلی هم خوشحال شدن که طالبان اومدن، گفتن بساط کفر و بیدینی جمع شد. الانم این قشر وسیع که من فکر میکنم 70-80 درصد مردم باشن، جدای از نسل جوان که از دین گذر کرده، از اعتقادات مذهبی گذر کرده، اسلام گریز شده و از اون گذشته اسلام ستیز شده، اون نسل قدیم یعنی 35 سال 40 ساله ها به بالا، بخش عظیمیش هنوز مذهبیه و درگیر اعتقادات خودشه. عزیزان، بارها تو این کلیپ ها من این توضیح رو دادم
که اینها رو بی خود و بی جهت نترسونیم. فکر نکنن که اگر رژیم عوض شه اینا دیگه حق نماز خوندن ندارن، حق روزه گرفتن ندارن، حق انجام مراسمی که بهش اعتقاد دارن مثل شب احیا یا عزاداری اینها ندارن. عزیزان، بعد از انقلاب وقتی که دموکراسی حاکم بشه، آزار و اذیت پیروان همه ادیان ممنوعه. اسلام که جای خود، مسلمان ها که جای خود داره. حالا نمیگیم نقد اسلام نخواهد شد، چرا؟ در یک جامعه دموکرات یک عده‌ای که دوست دارن میان و اسلام رو نقد میکنن، اعتقادات شما رو نقد میکنن، ولی مزاحم شما نخواهند شد. شما میتونید قبول نکنید، شما هم میتونید دینتون رو تبلیغ کنید، کسی هم مزاحم شما نخواهد شد در یک جامعه ای که دموکراسی حاکمه. بنابراین این وحشت شما کاملا بیمورده و من از عزیزانم خواهش میکنم این رو بدونن که الان وقت اسلام ستیزی نیست، الان وقت جمهوری اسلامی ستیزی است. یعنی این رژیم رو بذاریم کنار، بعد یک فضای بازی به وجود میاد برای تقابل اندیشه ها. توی تلویزیون اونی که اعتقاد داره میاد میشینه حرفشو میزنه، اونی هم که نداره مقابلش میشینه نقدش میکنه، خیلی محترمانه. اونی که دوست داره عزاداری بکنه برای امام حسین میره تو مسجدش، میره تو تکیهش، میره تو حسینیش، بلنگوی بیرونم خاموش میکنه، میشینه عزاداریشو میکنه، هیچ کس مانعش نخواهد شد. یا اونی که میخواد احیا بگیره میره تو مسجد قرآن میذاره رو سرش احیا میگیره، هیچ کس مزاحمش نخواهد شد. ولی نقد هم آزاده، دیگران این حق رو دارن که نقد کنن. خود منم برنامه‌های پاسخ به پاسخ داشتم دیگه، تا 8 قسمتش هم دادم بیرون جهل مقدس رو داشتم، تو یوتیوب هم هست برید ببینید. ولی از وقتی انقلاب ژینا شروع شد تمام، یعنی الان وقتش نیست، الان وقت مبارزه با رژیم آخوندی است، نه وقت این حرفا. یه نکترم خدمت این قشر بگم، شماها اگر از دین و ایمون جوانهاتون، بچه‌هاتون، نوه‌هاتون میترسید، هیچ کس مثل جمهوری اسلامی دین و ایمون اونها رو به باد نمیده. یعنی یارو که برمیداره سطل ماست رو میکوبه تو کله اون زن، این رو نمیفهمه که اون زن هیچ وقت نه تنها دیگه حجاب سرش نمیکنه، بلکه تتمه اعتقادی هم اگه تای قلبش باشه میره. یعنی اگه دین رو قبول نداره ولی خدا رو قبول داره، حالا دیگه به خدا هم فحش میده. اون فحش نده، هزاران نفری که این کلیپ رو میبینن فحش میدن. شما فکر میکنید با این کارا جوانهاتون دیندار میشن، متدین میشن، اسلام باور میشن، خدا باور میشن؟ هیچ کس مثل جمهوری اسلامی این هنر رو نداشت که دین و ایمون رو از نسل جدید بگیره. پس حتی اگر نگران دین و ایمون بچه هاتون و نوه هاتون و نسل های آیندتون هم هستید، بیاید کف خیابون و این رژیم بی همه چیز رو براندازید. اگر اون برای آزادی مبارزه میکنه، اگر اون برای کار مبارزه میکنه، اگر اون برای معیشتش مبارزه میکنه، تو بیا برای اعتقادت مبارزه کن. جدی بگیر.